سلام به دوستان خوب کنکور تجربی که قصد یاد گرفتن ریاضیات برای تست زدن توی کنکور تجربی دارین. توی این کلاس میخوام در مورد تعریف الگو با شما صحبت بکنم و ببینیم الگو چه معنی و مفهومی داره که این فصل در مورد الگو و دنباله دارم صحبت میکنم که دنباله هندسی و حسابی رو بهتون کامل تشریح میکنم و تستاشو بهتون حل میکنم. الان میخوام مقدماتی بهتون بگم که اولین نکته برای ورود به مبحث دنباله الگو هست. تعریف الگو به چه معنی و مفهومی هستش؟ خب دوستان، این سه تا گروه داریم که شامل چند تا گوی هستند. خب هر کدوم از این گروه ها رو میگیم جمله، جمله یک، جمله دو، جمله سه، الی بی نهایت. الگو میتونه بی نهایت جمله داشته باشه. خب حالا جمله اول 4 تا گوی داره، جمله دوم 7 تا گوی داره، جمله سوم 10 تا گوی داره. مثلا میخوام بهتون بگم که جمله 20، جمله 30، جمله 100 چند تا گوی خواهد داشت. حالا برای به دست آوردن جملات گویهای بالاتر باید یه فرمولی بنویسیم. اون فرمول رو بهش میگن جمله عمومی. خب حالا جمله عمومی رو که بخوایم به دست بیاریم، روش های متفاوتی وجود داره که یه دونه از این روش ها رو بهتون الان توضیح میدم. خب نگاه کنید، جمله اول 4 تا گوی داره، جمله دوم 7 تا گوی داره. توی جمله دوم تمرکز میکنیم، 4 تا گوی جمله اول رو میذاریم کنار، 4 تا گوی میشماریم میذاریم کنار که این 4 تا گوی جمله اول رو میذاریم کنار، از دل جمله دوم 4 تا گوی جمله دوم میذاریم کنار. گوی هایی که میمونه رو داخل یه باکس قرار میدیم. پس مینویسیم 4 تا گوی به علاوه یه دونه باکس داریم که داخلش 3 تا گوی هست، ضرب در 3. پس مینویسیم 4 به علاوه 1 ضرب در 3. خب حالا میریم جمله سوم، 4 تا گوی جمله اول رو میذاریم کنار، 4 تا گوی میذاریم کنار که این معرف جمله اول هست. خب گویهای باقی مانده رو به تعداد 3 تا میذاریم داخل باکس. چرا 3 تا؟ چون که توی جمله دوم 3 تا گوی باقی موند و اون 3 تا رو داخل یه باکس قرار دادیم. توی جمله سوم 2 تا باکس وجود داره که 3 تا گوی توشون هست. پس می نویسیم 4 به علاوه 2 ضرب در 3. خب حالا مثلا جمله سیوم رو بخوایم بنویسیم چی می نویسیم؟ می نویسیم 4 به علاوه جمله سیوم چند تا باکس می تونه داشته باشه؟ 29 تا باکس، 29 ضرب در 3. پس می نویسیم 4 به علاوه 29 ضرب در 3. به همین شکل. و اما خب حالا مثلا میخواییم جمله 15 رو بنویسیم، می نویسیم 15 بلوی 4 بلوی 15 منهی 1 ضرب در 3. پس جمله 15 هم میشه 4 بلوی 15 منهی 1 ضرب در 3. چرا 15 منهی 1؟ چون که اندیسمون 15 و توی الگویی که نوشتیم
باکسمون یه عدد کمتر از اندیس هست، پس میرسیم 4 بله 15 منه 1 ضرب در 3 که پاسخ میشه 46. توی جمله 15 هم 46 تا گوی وجود داره. خب حالا اینو به صورت یه جمله عمومی می نویسیم. an یه جمله عمومی هست، می نویسیم 4 به علاوه n من 1 ضرب در 3. خب چرا n من 1 نوشتیم؟ چون که جای اندیس گذاشتیم n. خب n گذاشتیم توی فرمولایی که توی الگوهایی که به دست آوردیم، باکسمون یه دونه از اندیس کمتر بود، پس می نویسیم n من 1 ضرب در 3. ساده سازی بکنیم میشه 3 n به علاوه 1. به an میگن چی؟ جمله عمومی الگو. و ما یه روش دیگه هم واسه یه پیدا کردن جمله عمومی الگو وجود داره. چیکار بکنیم؟ همین ابتدای امر جمله اولو داخل یه باکس میذاریم، خود جمله اولو آیکو میذاریم یه دونه باکس ضرب در 4، یه باکس تشکیل میدیم و 4 تا گوش رو میذاریم داخل باکس. پس می نویسیم آ یک برابر میشه با 1 ضرب در 4. حالا آ دو چی میشه؟ 4 تا گوی، 4 به 4 ازش گوی انتخاب میکنیم و داخل باکس میذاریم، میشه 2 تا باکس. 7 تا باکس دیگه میتونیم 2 تا باکس در نظر بگیریم، یه دونه گوی مشترک این باکس ها میشه. پس می نویسیم آ دو برابر میشه با 2 تا باکس داریم که توشون 4 تا گوی هست، یه دونه مشترک داره، می نویسیم منهای 1. منهای 1. خب آسه رو چی می نویسیم؟ آسه 10 تا گوی داره، میتونیم 3 تا باکس 4 تایی در نظر بگیریم، سه تا باکس گوی چهارتایی در نظر بگیریم. خب می نویسیم سه تا ضرب در 4 منهای گوی های مشترک، منهای 2. خب حالا این به صورت جمله عمومی بخوایم بنویسیم، جای اندیس ها آی ان دیگه، به جای انای اندیسمون ان باشه میذاریم داخل فرمولمون هم n. پس اینجا نگاه میکنیم آیس خود اندیس اومده ضریب 4 شده، منهای یه دون از اندیس کمتر شده، پس an برابر میشه با n ضرب در 4 منهای n منهای 1. چرا؟ چون که اندیس و n بذاریم توی آسه میبینیم که اندیس اومده ضریب 4 شده، پس می نویسیم n ضرب در 4. گویی های مشترکمون یه دونه از اندیس کمتره، می نویسیم n منه 1، پس an برابر میشه با n ضرب در 4 منه n منه 1، که ساده سازی بکنیم می رسیم به 3n به علاوه 1. خب این روش به دست آوردن الگو بود دوستان. الگو رو خواستیم به دست بیاریم، به این روش به دست میاریم. و اما نکته، اگر جمله عمومی الگویی که داشته باشیم، جمله عمومی الگو رو داشته باشیم، تمام اطلاعات الگو رو میتونیم ازش استخراج کنیم. برای پیدا کردن جمله عمومی هم باید رابطه بین شماره شکل و تعداد عناصر تشکیل دهنده هر شکل رو به دست بیاریم و پیدا بکنیم و هر کدوم از این شکل‌ها رو میگیم جمله. خب و ما در ادامه میخوام در مورد تعریف الگوی غیر خطی با شما صحبت بکنم. این الگویی که تعریفش رو مثالش رو گفتم الگوشون خطی بود، حالا باز هم در مورد الگوی خطی یه سری مثال حل میکنم که بعد برم الگوی غیر خطی رو توضیح بدم. خب به این جدول نگاه بکنید، تعداد گویی های و شکل ها رو توجه بکنید. نکنید شماره شکل رو میگیم n، تعداد گویی ها رو میگیم an،
و رابطه بین N و IN رو خواهیم بنویسیم. خب شماره شکل یک یا همون A1 یه دونه گوی داره. A1 چهار تا گوی داره. شماره شکل N یه دونه یکه. A1 چهار تا گوی داره. پس می نویسیم A1 برابر است با 4. شکل شماره 2 7 تا گوی داره. می نویسیم A2 برابر است با 7. شکل شماره 3 10 تا گوی داره. می نویسیم A3 برابر است با 10. خب بین 4 7 10 سه تا سه تا بهش اضافه شده. به 4 سه تا اضافه کنیم میشه 7. به 10 سه تا اضافه کنیم میشه 13. به 4 سه تا اضافه کنیم میشه 7. به 7 سه تا اضافه کنیم میشه 10. به 10 سه تا اضافه کنیم میشه 13. به 13 سه تا اضافه کنیم میشه 16 الی بی‌نهایت. خب جمله عمومی رو میتونیم خیلی راحت حدس بزنیم. خیلی راحت میتونیم با استفاده یه فرمول به دست بیاریم. الان این فرمول رو بهتون میگم که این فرمول رو حتما توی ذهنتون نگه داریم. جمله عمومی الگوهای خطی به صورت AN برابر است با A ضرب در N به علاوه B. این فرمول رو حفظش بکنین دوستان، توی ذهنتون نگه دارین. پس جمله عمومی الگوهای خطی AN برابر است با A ضرب در N به علاوه B. A چیه؟ A و B عددهای حقیقی هستند که A میزان تغییرات جمله است. که A چیه؟ تعداد افزایشی که توی هر کدوم از جملات اتفاق افتاده. توی این عدد 3 هست. خب 3 تا 3 تا اضافه شده یا 4 تا 4 تا اضافه شده یا 10 تا 10 تا یا 15 تا 15 تا. این مقدار عددی که به جمله قبلی اضافه میشه و جمله دوم رو به دست میاد بهش میگن A. حالا B چیه؟ B هم عدد جمله قبلی هست. یه عدد ثابتی هستش. پس جمله عمومی الگوهای خطی میشه AN برابر است با A ضرب در N به علاوه B. خب یه مثال حل میکنیم تا کاملا متوجه بشین. در یک الگوی خطی جملات دوم و پنجم به ترتیب 12 و 45 هستند. آخرین جمله سه رقمی این الگو رو به دست بیارید. خب میخواییم آخرین جمله سه رقمی اون الگو رو به دست بیاریم. چیکار میکنیم؟ جمله عمومی الگوی خطی رو تشکیل میدیم. فرمولش رو بهتون گفتم. AN برابر با A ضرب در N به علاوه B. خب چیکار میکنیم؟ مینویسیم گفته جمله دوم برابر است با 12. می نویسیم A2 برابر است با 12. گفته جمله پنجم برابر است با 45. می نویسیم AN برابر است با 45. می ذاریم داخل این فرمول. دو چیه؟ اندیسه. میشه چی؟ 2 ضرب در A به علاوه B برابر است با 12. خب AN برابر است با 45. می نویسیم 5 A به علاوه B برابر است با 45. N گفتیم که اندیس هست دیگه. خب اندیسمون توی A2 برابر است با 12 خود 2. پس 2 ضرب در A به علاوه B برابر است با 12 و توی A5 اندیسمون 5 N میشه. N یعنی 5. پس می نویسیم 5 ضرب در A به علاوه B برابر با 45. حالا اینو حلش می کنیم.
یه معادله یه دستگاه دو معادله دو مچلولی رو حلش میکنیم، از هم کم بکنیم بی ها حذف میشه، از هم کم بکنیم بی ها حذف میشه. خب میشه 3a برابر است با 33، از 45 تا 12 تا هم کم بکنیم میشه 33، a به دست میاد 11. حالا این a رو توی هر کدوم از این عبارت ها بذاریم b به دست میاد. من میذارم داخل جمله اول، توی a2 میذارم، مینویسم 2a، 2a به علاوه b بر اساس 12 میشه 2 رو ضرب در 11 میکنم به علاوه b بر اساس 12، b به دست میاد منفی 10، منفی 10. خب پس جمله عمومیش به دست میاد an برابر است با 11n منهای 10. a و b رو به دست آوردم دیگه، a رو به دست آوردم 11، b رو به دست آوردم منفی 10. میذارم داخل این فرمول جمله عمومیش، an برابر است میشه با 11n منهای 10. خب حالا سوال چی گفته؟ گفته آخرین جمله سه رقمی این الگو رو به دست بیاریم. خب آخرین جمله سه رقمی این الگو یا باید از 1000 کوچکتر باشه یا از 999 کوچکتر مساوی باشه. خب می نویسیم an کوچکتر از 1000، an کوچکتر از 1000، آخرین جمله سه رقمی an کوچکتر از 1000، an کوچکتر از 1000. جمله عمومیشو می نویسیم 11n منهای 10 کوچکتر از 1000. این جمله رو، این نامعادله رو حلش می کنیم، می نویسیم 11n کوچکتر از 1010. چرا 1010 شد؟ چون که این منفی 10 میره اون ور معادله، با هم جمع میشه، علامتش تغییر میکنه. پس 11n کوچکتر از 10، 10. پس 11n کوچکتر از 1010. خب 1010 یعنی چی؟ یعنی کوچکتر از چه عددی؟ یعنی 91. 91 توی ماشین حساب وقتی که بذاریم n کوچکتر از 91 ممیز 81 میشه. حالا چون که باید جمله طبیعی باشه، n عدد طبیعی باشه، آه 91 میشه 11، باز دوباره میذاریم داخل جمله عمومی، 11 ضرب در 91 منهای 10 میشه 991. پس آخرین جمله سه رقمی این الگو 991 هست. اینو به دست آوردیم 91 دیگه، 91 عدد 91 جمله 91 991 گوی خواهد داشت که روش به دست آوردنش به این شکل است. و اما یه تست دیگه حل میکنم، الگوی مقابل رو در نظر بگیرید. چندمین شکل این الگو 114 دایره توپر داره، یعنی میخواد بگه جمله کدوم جمله گویاش 114 تاست، 114 تا گوی توپر داره. گزینه 1 19 20 21 و 22. خب پاسخ چجور میشه؟ میاییم یه جدولی میکشیم و رابطه بین این سه تا جمله رو به دست میاریم. مرحله 1 مرحله N و دایره های توپر. تو مرحله 1 دایره های توپرش چند تاست؟ 14 تا. تو مرحله دوم، تو جمله دوم دایره های توپرش 19 تا و توی جمله سوم دایره های توپرش 24 تا. نگاه میکنیم 5 تا 5 تا به جمله قبلی اضافه شده و جمله بعدی به دست اومده. پس متوجه میشیم که آ یعنی 5
آ یعنی 5 و اما بی رو باید به دست بیاریم. 5 رو چجوری به دست بیاریم؟ جمله دوم رو منهای جمله اول کردیم، یعنی 19 رو منهای 14 کردیم، شد 5، عدد 5 که معرف آ هست. خب هر جمله نسبت به جمله قبلیمون 5 تا دایره توپل بیشتر داره، پس آمون 5 میشه و جمله عمومیمون میشه آن برابر است با 5 ان به علاوه بی. خب حالا بی رو باید به دست بیاریم. بی رو بخوایم به دست بیاریم خیلی راحت می نویسیم A1 برابر است با 14 تا، میذاریم داخل جمله عمومیش، 5 ضرب در 1 به علاوه بی برابر است با 14. بی به دست میاد 9. بی به دست میاد 9 و این 9 رو میذاریم داخل جمله عمومیمون، میشه آن برابر است با 5 ان به علاوه 9. به این صورت آن برابر است میشه 5 ان به علاوه 9. حالا سوال گفته کدام جمله، کدام شکل 114 تا دایره توپر داره، پس می نویسیم باید چی به دست بیاریم؟ آ اینو به دست بیاریم، یعنی اندیس اینو به دست بیاریم، اندیس ها رو به دست بیاریم، یعنی اینو به دست بیاریم، پس آ این برای 114 میذاریم داخل جمله عمومی، 5 ان به علاوه 9 برابر است با 14. ساده سازی بکنیم ان به دست میاد 21 و پاسخ گزینه 3 هست. خب دوستان در فایل بعدی، در جلسه بعدی میخوام در مورد الگوهای غیر خطی صحبت بکنم. خب الگوهای خطی رو یاد گرفتیم، دوباره برگردین کلاس و فیلم رو دوباره از ابتدا نگاه بکنید، هر جا سوالی داشتین از من بپرسین، بهتون کمک میکنم. یادگیریتون رو فراموش نکنید، همینجور ادامه بدید تا بتونید نمره خیلی خوبی و درصد خیلی خوبی توی کنکورتون بزنید. مرور فراموشتون نشه، کتاب درسیتون هم حتما خوب بخونید و وقتی هم که به حل تست ها رسیدین روش تست رو خیلی راحت یاد میگیرین و من هم بهتون کمکتون میکنم. جلسه